به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز شنبه 9 جولای 2022 میلادی و برابر با 18 سرطان 1401 هجری شمسی است. توجه شما را جلب میکنم به تازه ترین خبرها و مهمترین خبرهای افغانستان، یعنی مهمترین اتفاقات 24 ساعت گذشته. اگر از دریچه فیسبوک بیننده هستین، خواهشن این کلیپ را به اشتراک بمانین و اگر در یوتیوب تازه به جمع پیوستین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهین. در استانه عید قربان قرار داریم و در حالی که مردم افغانستان با فقر و بیکاری شدید دست و پنجه نرم میکنند، شماری از چهره‌های سیاسی نظامی و شناخته شده افغانستان با صدور اعلامیه ضمن تبریکی عید قربان به مردم افغانستان عمل کرد و رفتارهای گروه تا در 10 ماه گذشته را زیر سوال برده است. برخی از سیاسیون خواهان گفتمان ملی و تامین عدالت اجتماعی شدند، از جمله حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله که هر دو در داخل افغانستان هستند، نسبتاً پیام‌های نرمتری داشته و آقای کرزی خواستار گفتمان ملی شده است. آقای عبدالله نیز پیام مشابه صادر کرده و گفته است تنها راه حل تامین عدالت و شکلگیری زمینه گفتمان ملی و همچنان صلح و وحدت است. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، گفته است که گروه تا اصلا تغییر نکرده است. او گفته است که این گروه اصلاح شدنی نیست. فرمانده علی پور نیز با ارسال اعلامیه به سنترال افغانستان عید را به مردم افغانستان تبریک گفته و با مردم بلخاب همدردی کرده است. فرمانده علی پور از مردم و نهادهای بشری خواستند که به مردم بلخاب کمک کنند و هر آنچه که در توان دارند در قبال مردم بیجا شده بلخاب دریغ نورزند. استاد محمد کریم خلیلی و استاد حاج محمد محقق نیز با اعلامیه‌هایی که در صفحات فیسبوکشان منتشر کرده عملکرد گروه تا را زیر سوال برده و حمله بر بلخاب را محکوم کردند. آنها نیز در پیام‌های جداگانه خواستار کمک به مردم بلخاب شده است و از جهانیان و نهادهای حقوق بشری نیز خواستند که به داد مردم بلخاب برسند و زمینه بازگشت مطمئنشان به بلخاب و خانه‌هایشان را نیز فراهم سازند. در همین حال شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که گروه تا به نام حاکمیت دین آزادی های مردم افغانستان به خصوص زنان را سلب کرده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیام برنامه مناسبت عید سعید قربان گفته است که گروه تا به نام حاکمیت دین تمام آزادی های انسانی را از مردم افغانستان سلب کرده و گرفته است. در پیام این شورا که امروز شنبه 18 سرطان منتشر شده آمده است که گروه تا بیش از 10 ماه گذشته دروازه های مکاتب را برای دختران مسدود کرده، همه نهادهای دولتی را فلج کرده و زندگی را نیز در پهلوهای مختلف آن برای مردم تلخ و ناگوار ساخته است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان افزوده است که مردم افغانستان عید قربان را در حال تجلیل می کند که گروه تا بیش از 10 ماه گذشته صدها غیر نظامی بیگناه را در نقاط مختلف افغانستان تیرباران کرده است. آنان همچنان گفتند که هزاران خانواده در بلخاب، پنجشیر، اندارا و شمار دیگر از مناطق کشور توسط نظامیان این گروه آواره و بیجا شدند. 1 کشته و 9 زخمی در پی حادثه ترافیکی در ولایت دایکندی. رادیو نسیم، یکی از رادیوهای محلی در ولایت دایکندی، از قول مسئولان گروه تا در نیلی افزوده است که در پی منحرف شدن یک اراده موتر نو فرانکوج از جاده در یکی از روستاهای ولسوالی میراموری ولایت دایکندی 9 نفر زخمی شده و 1 نفر دیگر نیز جان باخته است. این رادیو از قول سیف الله شاکر امیر امنیتی فرماندهی امنیه گروه تا در دایکندی گفته است که این موتر حامل باشندگان ولسوالی میرامور بود و از شهر غزنی به سمت میرامور در حرکت بود که در یکی از روستاها منحرف شده که در نتیجه 10 تن کشته و زخمی شده است، یعنی 1 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی. این در حالی است که در ماهای گذشته بیشمار موترها در ولسوالی های میرامور و شهرستان به خصوص در میرامور در اثر خراب بودن سرک ها و به احتیاطی رانندگان از جاده منحرف شده که تلفات نیز در پی داشته است. اگر ما حساب اشتباه نکرده باشیم، شاید با حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده جمعاً بیش از 40 نفر در این رویدادها کشته و زخمی شدند. این آمار البته در 2.5 ماه گذشته هست، تنها در 2.5 ماه.
حمله جبهه مقاومت بر قماندانی امنی گروه تا در ولسوالی خست بغلان. منابع محلی در ولایت بغلان گزارش کرده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی بر قماندانی امنی گروه تا در ولسوالی خست این ولایت حمله کرده است. روزنامه 8 صبح همچنان از قول برخی منابع در این ولسوالی گفته است که این حمله شب جمعه 17 سرطان بر قماندانی امنی گروه تا در ولسوالی خست بغلان انجام شده است. و گفته منابع که در گفتگو با 8 صبح تایید کرده، اونا گفته است که در این حمله تلفات سنگین بر نظامیان گروه تا وارد شده، اما آمار دقیق و مشخص آن ارائه نشده است. این در حالی است که در ولسوالی خست و فرنگ ولایت بغلان در روزهای گذشته جبهه مقاومت توانسته بود شماری از جغرافیا را از دست گروه تا بگیرد و پرچم این گروه را از چندین پسته به زیر بکشد. جبهه مقاومت ملی در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله در پنجشیر و بغلان در ماه‌های گذشته حملات چریکی و هدفمند را راه‌اندازی کرده که در نتیجه تلفات زیادی به گروه تا نیز وارد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که 4 خبرنگار هنوز هم در قید گروه تا قرار دارد، با وجودی که گروه تا به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 900 زندانی را از زندان‌های مختلف افغانستان بر اساس دستور رهبرشان آزاد کردن، اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که هنوز 4 خبرنگار در قید این گروه قرار دارد. 4 خبرنگار از جمله خالد قادری مجری سابق رادیو نوروز در هرات، میرزا حسنی خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکندی، جمال الدین دلدار مدیر مسئول رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا و عبدالحنان محمدی خبرنگار پژواک در ولایت کاپیسا از جمله خبرنگاران هستند که در قید این گروه به سر ببرند. این در حالی است که قبلا شماری از نزدیکان این خبرنگاران در گفتگو با سنترال افغانستان از شکنجه فراوان این خبرنگاران در زندان‌های گروه تا خبر داده بودند. از جمله میرزا حسنی که خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب بودند در هرات بازداشت شدند بدون اینکه کدام سندی از او هم به دست داشته باشه که گویا او مشکل داشته یا کدام دلیل به خانواده‌اش مطرح بکنه. او را بازداشت کرده بودند که به قول دوستانش به شدت هم شکنجه شده بود. با وجود تلاش‌های مکرر و وعده‌هایی که مسئولان گروه تا در هرات داده بودند، اما مسئول رادیو آفتاب هنوز هم در قید این گروه به سر می‌برد. در نتیجه واژگون شدن یک رنجر گروه تا در منطقه میان شهری ولسوالی ورسوج ولایت تخار، یک عضو گروه تا کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشته است. گفته می شود این رویداد شام روز جمعه یعنی دیروز 17 سرطان زمان اتفاق افتاد که راننده این رنجر و چند گروه تای دیگر کاملا مست بوده است. یعنی هنوز مشخص است که اونا چرز زده بودن یا شراب نوشیده بودن، اما باشندگان محل میگن اونا کاملا مست بودن و در حالت عادی به سر نمی بردن. این گروه هرچند استفاده از مواد مخدر، بچه‌بازی و بسیاری مسائل دیگر را حرام می دانه، اما عملا نظامیانشان در مناطق مختلف افغانستان بچه‌بازی می کنن، شراب می نوشن و همچنان دست به چپاول اموال مردم می زنن. ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع گروه تا میگوید که در سفرش به قطر با مقام‌های آن کشور روی همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کرده است. او گفته است که از مسئولان امنیتی قطر و سیاسیونشان خواستار کمک و همچنان پرداخت معاشات نظامیان این گروه و همچنان مسائل مرزی شده است. ملا یعقوب گفته است ما از این کشور به خاطر این کمک خواستیم که کشور اسلامی است. شهروندان کشور میگوید که اگر او کشور اسلامی هست، شما از چین، روسیه و کشورهای غربی چرا کمک میخواهید؟ 17 تن در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل در اثر بیماری کولرا جان باخته است. بر اساس گزارش ها نزدیک به 300 نفر هم در این ولسوالی در روستاهای مختلفشان به این مرض مصاب شده که به تازگی 17 نفرشان جان باخته است. این در حالی است که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته این مرضی و سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان از باشندگان محل قربانی فراوان گرفته است. از توجه به همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.